مهربانا مهربانا مام مهرامیزها، سرزمین مهر و مهرنگیزها، چارسویت سرو و کاج و یاس و گل، چار فصلت طبله گلبیزها، شاعرانت بس که شکر ریختند، بسته شد بازار شکر ریزها. بارها در هستی جاوید خیش دیده ای قوقای رستاخیزها، بارها در هستی جاوید خیش دیده ای قوقای رستاخیزها، گه زمستانت نکوتر از بهار، گه بهارت گشت چون پاییزها. لرزه بر اندام قیصرها فکند هیبت شاپورها پرویزها. دیده ای با دیدگان اشکبار حمله می تیمورها چنگیزها، دیده ای با دیدگان اشکبار حمله تیمورها چنگیزها، چنگ و دندان برکشیدندت به روی تیز چنگالان و ناخن تیزها. باز باز بر پای ایستادی استوار، باز بر پای ایستادی استوار، ماندی و رفتند آن خون ریزها، ماندی و رفتند آن خون ریزها. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک بینندگان ارجمندی که برنامه ما رو میبینند، برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو از تلویزیون پارس می آغازم. چامری که در آغاز شنیدید از بانوی چامسورا توران بهرامی شهریاری بود. حالا روزنامه نگاه میکرد، نکته جالبی در اون بود. ببینید چقدر ریا، حق بازی، دروغگویی و نامردمی در میان آخوندها هست و چه جور یک بام و دو هوا می کنند و چه جور معتقد به کارهای خودشون نیستن، منافع جیب خودشونو می خوان، دین ابزار دستشونه و چیز دیگری نیست. از جمله در مکتب جمهوری اسلامی دیدن موی سر دختران و زنان خارجی و بیگانه از تلویزیون و از فیلم‌های ایرانی هیچ اشکالی نداره. زن خارجی موش باز باشه، بازوش پیدا باشه، اصلا زن نیست، اون زن ایرانیست که فقط سبب تحریک آقایون میشه. ولی بنابراین زنهای ایرانی و خودی رو یک تار موش بیرون باشه، همونطور که آقای علم الهدا گفتن، صد شهید خونشون به هدر رفته با یه تار مو. در مکتب جمهوری اسلامی سرود مقدس، خیلی چشه، اما نشون دادن ابزار و آلات موسیقی که با اون همون سرود زده شده نامقدس و حرامه. در مکتب جمهوری اسلامی هنری مثل موسیقی و رقص و شوخی و خنده حرامه، اما کشیدن تریاک و افیون و شیره و اینها کاملا حلاله. در مکتب جمهوری اسلامی کشورهای مسیحی و یهودی که جزو ادیان خداپرست هستند و یکتاپرست هستند، اینا همه کافر، همه کشورهای اسرائیل که یهودیه و کشورهای دیگه که مسیحیان کافرن، حالا دین مسیح دارن، دین یهود دارن، اون برای خودشون دروغه، اینا کافرن. اما کشورهای کوبا، روسیه، چین، کره شمالی همه کمونیست و برادر.
در مکتب جمهوری اسلامی خنده و شادی و شوخی و مهربانی همه و همه خلاف دینه و جلفه و ناپسنده، اما تا دلتون بخواد گریه و رنگ سیاه متانت، بزرگواری و انسانیت. در مکتب جمهوری اسلامی ریشت در بیاد، سر و صورت ژولیده‌ای داشته باشی، موهات ژولیده باشه، لباست پاره باشه، بوی عرق و بد بدی، بسیار بسیار مورد قبوله. اما اگر ریشتو بتارشی، کراوات بزنی، لباست مرتب باشه، بوی معطر داشته باشی، اون وقت تو خوشتیب نیستی و سبب ناهنجاری و دلگیری دیگرانی. میریم بر سر برنامه امروزمون و بررسی درباره زبان بزرگ، زبان شیرین، زبان بسامان، زبان نرم و دلانگیز پارسی. پرسیدند پارسی واژه فرق، ف و را و ر و قاف چیه؟ به جای فرق که عربیه ما میتونیم چی پارسی بگیم؟ پاسخ اینست که واژه فرق چندین معنا داره که یکی از اون معناها مورد صحبت ماست و به جز این یکی هیچ کدوم از اونها در زبان فارسی به کار نمیره. یعنی اگر واقعا در زبان تازی فرق 10 معنا داشته باشه، یکی از اون 10 در زبان فارسی به کار میره و اون 9 دیگه‌اش اصلا در زبان فارسی به کار نمیره، بنابراین به اونا نمیپردازه. در زبان ما معنای جدا و جدایی رو میده فرق. فرق معنای جدا و جدایی و تفاوت داشتن رو میده. برای نمونه اونهایی که موی سرشون رو به اصطلاح 2 میکنند، یک بخش رو به این سر بخش سرشون میبرن، یک بخش به بخش دیگر، این رو بهشون میگن فرق. چرا؟ برای که جدا کرده، 2 از موهای خودش رو جدا کرده. یعنی میگن وقتی میگن فلانی فرق وا کرده، یعنی جدایی میان موهاش انداخته. بنابراین جدا و جدایی جانشین واژه فرق تازیه. یا زمانی که میگن این خودکار با اون خودکار فرق داره، شما میتونید بگید این خودکار از اون خودکار جداست، ریختش، شکلش، اندازش، رنگش جداست. وقتی میگه جدا یعنی فرق داره. پرسیدن به جای واژه فقیر در زبان پارسی چه واژه‌ای میتونیم به کار ببریم؟ فقر اصولا یعنی واپسماندگی و کوتاه بودن و ناتوان بودن. جانشین های چندی میشه برای واژه فقر به کار برد یا فقیر به کار برد؟ مثل ندار، بینوا، تنگ دست و مستمند، که واژه مستمند هم در آغاز در زمان اشکانیان مشتمند بوده، به جای سین شین میگفتن، برای اینکه از پسوند واژه مشت، از واژه مشت ساخته شده و پسوند مند، که پسوند مند مثل آرزومند، گلمند، کارمند و زیانمند، اینها برآورد معنای دارندگی رو میده. وقتی میگن کارمند یعنی کسی که کار داره، وقتی میگن که آرزومند یعنی کسی که آرزو داره، گلمند کسی که گله داره و گله میکنه از کسی، پس مشتمند یعنی کسی که مشتش خالیه. چون معمولا وقت دست خالی باشه مشت میشه، وگرنه چیزی دستش باشه بازه. این مشتمند در زبان پهلوی ساسانی شد مستمند و بعد آمده در پارسی امروزی هم میگن مستمند. مستمند نیست، مستمنده. پرسیدن قاسم با سین و قاسم با صاد، یعنی قاف الف سین میم و قاف الف صاد میم،
یعنی چی و چه فرقی با هم داره؟ پاسخ اینی که قاسم با سین یعنی بخش کننده، قسمت کننده، تقسیم کننده، تشخیص دهنده بین خوبی و بدی. پس هر قاسمی یعنی بخش کننده اون چی که خوبه از اون چی که بده و اینها رو با هم به کار نبره. اما قاسم با صاد، قاف الف صاد میم، یعنی در هم کوبنده، داغان کننده، در هم شکننده، در هم ریزنده و از میان برنده. و این رو قاسم و جبارین که این آخوندا گفته بودن و به ذهن هیچ کس نمی اومد و بیشتر مردم اون رو با سینم می نوشتن، این از این لغت های پرت و پلا و دور از ذهنی که از زبان تازی می آوردن برای اینکه بگن ما یه چیزایی می دونیم که شما نمی دونین، اون یعنی در هم کوبنده زورگویا که دیگه از خودشون زورگوتر نداریم ما. پرسیدن آیا واژه غبار پارسیست یا تازی؟ غبار، گرد و غبار که شنیدید، واژه غبار به معنی گرده و تازیه، توضیح دیگری هم نمیشه براش داد جز این. همچنین پرسش دیگری شده که به نظر من جالبه، میپرسن چه فرقی میان دیبا و پرنیانه و آیا دیبا و پرنیان کدومش پارسیه کدومش تازیه؟ اگر هر دوش پارسیه تازی چی میشه؟ یه توضیحی بده. و اگر این دوتا هر دو هم فارسیان چه فرقی، چه جدایی میان این دوتا هست؟ پاسخ اینست که دیبا و پرنیان هر دو پارسی، هر دوش پارسی. دیبا به پارچه ابریشمینی میگن که نقش و نگار و نقاشی روش باشه یا رنگ‌های گوناگونی درش به کار رفته باشه، به این میگن دیبا. تازیان به جای دیبا واژه حریر رو به کار میبرند، حریر تازی. ضمناً فارسی دیبا رو هم گرفتن و دیباج کردن، یه جیم گذاشتن آخرش، خیال کردن عربی شده. بنابراین دیباج عربی شده دیباست. اما بنابراین نام دیگر اون که گفتم دیبا در زبان تازی این حریره، اونها میگن حریر. پرنیان دقیقا همان معنای دیبا رو میده، منتها دیبایی که از چین می آوردن، اون دیبایی که از چین می آوردن و نقش و نگارهای چینی روش بوده می گفتن پرنیان. عارف میگه نام حق یگانه چون شاید که اب و ابن و روح قدس دهد. بعد اون دختر ترسا بهش پاسخ میده سه نگردد بریشم ار او را پرنیان خانی و حریر و پرند. این پاسخ این هممیهن عجبن. بعد حالا که در این زمینه سخن به میان اومد، باید این را به یه افزایم که پارچه ابریشمینی که نقش و نگار روی اون نباشه، تا حالا ما هرچی گفتیم چه پرنیان چه حریر چه دیبا چه دیباج، همه اینها پارچه های ابریشمی هستند که روش نقش و نگاره. پس چه پارچه ابریشمینی هست روش نقش و نگار نیست و اون نامش چیه؟ اگر در یک پارچه ابریشمینی چند رنگ به کار رفته باشه نامش پرنیانه و حریره و پرنده و اینا، ببخشید پرنیانه و دیباست. اما اگر هیچ رنگی روی اون به کار برده نشده، بنابراین بهش پرند میگن. پس پرند روشن شد، تنها یک رنگ، هر رنگی که میخواد باشه بهش میگن پرند. رودکی میگه آمدان نوبهار توبه شکن پرنیان گشت باغ و برزن و کوی.
دوست دیگری پرسیده پروین یعنی چی؟ حتما اسم خانومش یا خواهرش یا دوست دخترش پروین بوده. پروین نام یک سری ششتایی، نام شش ستاره درخشانی است در آسمان که مانند خوشه انگور از پایین که نگاه کنید دیده میشه. این واژه پروین در زبان تازی ثریا گفته میشه. بنابراین وقتی میگن عقد ثریا یعنی گردنبند، عقد یعنی گردنبند، یعنی همون شکل خوشه انگوری که ستاره پروین داره. در کتاب‌های واژه شناسی کهن ایرانی پرو، پروه، پرن، نرگسه گفته میشه. سعدی میگه همه آرام گرفتند و شب از نیم گذشت. ببینید نیم شب درسته نه نیمه شب. همونطور که شما میگید نیم روز، شب رو هم میگن نیم شب. همه آرام گرفتند و شب از نیم گذشت، وانچه در خواب نشد چشم من و پروین است. چون پروین تا صبح ستاره در آسمان دیده میشه دیگه. حافظ میگه آسمان گو مفروش، آسمان گو مفروش این عظمت. به ما نمیخواد عظمت بفروشی. کاندر عشق خرمن مه به جوی، خوشه پروین به دو جو. آسمان گو مفروش این هم این عظمت، کاندر عشق خرمن مه به جوی، خوشه پروین به دو جو. پرسیدن اون جعبه هایی که در آغاز عید نوروز توش پر گله، گلا رو نشا زدن، جعبه میارن حالا در گل فروشی ها بفروشن یا میارن در خونه تون میدن اینا، این جعبه رو شما میبرید در خونه میکارید تو در باغچه، این جعبه گل رو فارسی چی میگن؟ چون جعبه که فارسی نیست، جعبه عربیه. به این چی میگن؟ من یادمه که این رو در فرهنگستان بحث شد روش، گفتگو شد روش و بعد از بررسی های زیاد به این جعبه به این شکل میگفتن گلشنه، یعنی براش فرنگستان نام گذاشت، گفت به جعبه گلی که میارن برای فروش اینا گلشنه بگین یا بوستانه، یا بوستانه بگید یا گلشنه. پرسیدن در زبان پارسی به دو خط موازی در هندسه چی میگن؟ گفتم من گویا یک بار دیگه گفتم، میگن همبرها. موازی یعنی همبر، لاتین میگه پارالل، اون ابزاری که باهاش ورزش میکنن ژیمناست ها و میرن شنو میرن باهاش اینا، چون دو خط موازی هم دیگه هستن و اینا دستشون میگیرن و میرن حرکات ژیمناست انجام میدن، پارالل بهشون میگه یعنی موازی. پس تازی هم میگه موازی. خب پارسی نمیشه نداشته باشه نام، این همبر میگن، یعنی در کنار همدیگه همینطور میرن جلو در هندسه. اما خود هندسه واژه پارسیست و در زبان پهلوی ساسانی به اون هنداسه میگفتن، هنداسه. بعد در پارسی امروزی الفش افتاد شد هندسه، و عرب هم میگه هندسه و از پارسی گرفته شده. بنابراین مهندسین غلطه، حالا هندسه رو کردن مهندس، اقلا با الف و نون اون رو جمع ببندید نه با یه و نون. میپرسن آیا واژه چراغ پارسیس یا ترکی؟ باز ایشون این اشتباه بزرگ رو کردن نوشتن، چون در چراغ هم قین هست که عربیه هم چه هست که فارسیه. قین عربی نیست، قین جز به اون هشت حرف تازی نیست. اون هشت حرف تازی که در الفبای ما هست سه نقطه است، هی جیمیه، ساد، ذات، تین، زین، عین و قافه. عین و قافه. یک بار گفتم بانوی سالمند زنگ زده بود، مثل که مدیر دبستانم بود، مصر بود که آقا قین عربیه.
گفتم خانم شما قنچه رو چه جور میدونید عربی؟ آغاز رو چگونه میگید عربی؟ اینا فارسیه دیگه. و شما این رو میگید عربی؟ چجوری آغاز رو میگید؟ بق، بق به معنی خداوند فارسیه با قینه. و از اینا زیاد داریم ما. و اینجا هم همینطوره، ایشون فکر کرده قین تو عربیه، گفته چراغ هم چه فارسی دارم غیر، نه هر دوش فارسیه، چه و ره و الف و قین فارسی هم. واژه چراغ از زبان پارسی رفت به زبان تازی. این عرب هایی که انقدر طرفدارانشون بهشون مینازن میگن عرب ها واژه ها آوردن در زبان ما، بارور کردن، غنی کردن زبان ما رو، هر لغتی رو، هر واژه رو که من بررسی کردم دیدم ریشه‌اش نشسته به زبان فارسی. واژه چراغ رو از ما گرفتن چون نچه داشتن و حالا قین داشتن البته، ولی برای که اون عوض بکنن یک سره، چراغ رو کردن سراج. سین ره الف جیم و به کار میبرن سراج. ان الحسین مصباح الهدا، مصباح هم میگن، مصباح هم میگن و یا سراج هم میگن، سراج الهدا و فلان. بنابراین چراغ فارسی. بعد پرسیدند که به جای سمبل چی باید بگیم. خیلی مدت هاست گفته میشه به جاش به کار میره نماد، نماد بزرگواری یعنی سمبل بزرگواری. میپرسند ماکت یه ساختمونی رو که میخوایم بسازیم، اتفاقا گویا ایشون مهندس باشن برای که دو سه تا اصطلاح مهندسی هم به کار بردن، ماکت فارسی چیه؟ خیلی روشنه، اینم فرنگستان انتخاب کرده. پیشساز، پیشساز یه ماکت کوچیک میسازن، این پیشساز برای کارهای مهندسی. و به کاتالیزور پرسیدن چی بگم. کاتالیزور میشه آسانگر، چیزی که باعث میشه دو ماده شیمیایی با هم ممزوج شن و در هم فرو برن و مخلوط بشن، میگن کاتالیزور به لاتین، فارسیش میشه آسانگر و خیلی هم خوب ساخته شده بهش. پرسیدن دوران نقاهت رو چی میگید. دوران نقاهت رو میگن دوران نوتوانی، دوباره بیمار توانایی خودشو به دست میاره. زمان پخش آگهی ها رسته، میریم آگهی ها رو میبینیم و باز میگردیم و یک فیلمی هم من نشونتون میدم از یک بانوی ایرانی که حتما هم میشناسیدش. چقدر زیبا، چقدر زیبا راجع به روابط زن و مرد سخن گفته. از امیر عزیز خواهش میکنم آگهی رو پخش کنن، بعد بیان تو من توضیح راجع به اون شعر بگه. بینندگان ارجمند، هم اکنون یک فیلمی از دوشیزه هیلا صدیقی میبینیم، درباره زن ایرانی سخن میگه، چون خودش هم یک زن ایرانی است. بسیار شیوا، واقعا عجیب استعدادی این دختر داره در این نوجوانی. من فقط چیزی که میتونم بگم این است که جانا سخن از زبان ما میگویی، آنچه که درباره زنان ایران میگه که خودش یک زن ایرانی است. امیر جان فیلم رو پخش کن. سرزمینم خاک افسونگر، دل خاورمیانه، نام تو، تاریخ تو، مردان کویت جاودانه. من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، هم صبور و هم غیورم، طفلی از آبستن تو. من زن ایرانیم، همسایه و هم نسل شیرین، خواهر تهمینه و هم قصه پوران و پروین،
من زن ایرانیم اهل تمدن، زاده پارس مثل دریا می خروشم. من خلیجم تا ابد فارس. من زن ایرانیم یک چشم شرم ناب دارم، قد صدها صد سیوند پشت چشمم آب دارم. من زن ایرانیم می سازمت با خشت جانم، می زنم تا سقف تو صدها ستون با استخوانم. من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، هم صبور و هم غیورم، طفلی از آبستن تو. بینندگان ارجمند، هم اکنون یک فیلمی از دوشیزه هیلا صدیقی میبینیم، درباره زن ایرانی سخن میگه، چون خودش هم یک زن ایرانی است. بسیار شیوا، واقعا عجیب استعدادی این دختر داره در این نوجوانی. من فقط چیزی که میتونم بگم این است که جانا سخن از زبان ما میگویی، آنچه که درباره زنان ایران میگه که خودش یک زن ایرانی است. امیر جان فیلم رو پخش کن. سرزمینم، خاک افسونگر، دل خاورمیانه، نام تو، تاریخ تو، مردان کویت جاودانه. من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، هم صبور و هم غیورم، طفلی از آبستن تو. من زن ایرانیم، همسایه و هم نسل شیرین، خواهر تهمینه و هم قصه پوران و پروین. من زن ایرانیم اهل تمدن، زاده پارس مثل دریا می خروشم. من خلیجم تا ابد فارس. من زن ایرانیم یک چشم شرم ناب دارم، قد صدها صد سیوند پشت چشمم آب دارم. من زن ایرانیم، می سازمت با خشت جانم، می زنم تا سقف تو صدها ستون با استخوانم. من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، هم صبور و هم غیورم، طفلی از آبستن تو. بله، به قول معروف حق مطلب رو ادا کردیش. من از اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تلفن استودیو رو بذارید روی پرده تلویزیون. در این زمان برجای مانده یکی دو سه تا پرسش رو ما پاسخ بدیم، خودش بسیار خوبه. تا اون که بینندگان بیان روی خط، من یکی دو پرسش دیگر رو پاسخ میدم. کاربوراتور رو در ماشین گفتن فارسی چی میشه گذاشت؟ کاربوراتور میشه سوخت پاش، چون سوخت بنزین رو میپاشونه برای احتراق، برای آتش گرفتن در داخل موتور. برای منادی غیبی، از غیب کسی صدا برسه، سروش فارسیشه که همه میدونن. تمارز رو چی میگن؟ یکی مریض نباشه ولی بخواد خودشو بیمار نشون بده، عرب میگه تمارز، فارسی میگه بیمارنمایی. بیمارنمایی. الو بفرمایید. با عرض سلام آقای دکتر، خسته نباشین. من امروز تصادفاً در سایتی دیدم که نام البرز رو به صورت هرابرز گفته شد که در اوستا اومده. هراب معنی نگاهبان و دیدبان و برز معنی بلند. بله.
این درسته اگه من که اون هفته گفتم البرز از نظر من اونطور که من بررسی کردم هر برز بوده، چون اصولا در زبان فارسی پهلوی ساسانی و زبان پارسی امروزی الف ها به ه و ه ها به الف تبدیل شده. مثلا ساسانی ازار میگفته، حالا زبان امروزی میگه هزار. ساسانی اژدها میگفته، حالا ما میگیم هژدها، که هنوز هم زبانان افغان ما اژدها میگن و ازار. بنابراین این هر برز بوده، یعنی از هر چیزی بلندتر. ببینید جالب اینه، هر برز یعنی از هر چیز بلندتر. البته یه نکته هم بگم، در زبان، یعنی در دانش زبانشناسی اصولا فرق نمیکنه چه در زبان پارسی چه زبان بیگانه، ولی حالا ما در دانش زبان پارسی میگیم که اصولا اظهار نظر پژوهشگران همه مورد توجه باید قرار بگیره. چرا؟ چون تاریخ زایش هر واژه روشن نیست. وقتی تاریخ زایش هر واژه روشن نباشه، همه جور میشه روش بررسی کرد و نظر داد. حالا اون طوری که در اونجا نوشتن به اوستا هم اشاره شده ممکنه، ولی خود واژه البرز از اوستا هم کهن‌تره. الوند هم ما داریم، منتها الوند دیگه هروند نبوده، اروند آراوند بوده، یعنی وند پسوند وند یعنی دارندگی، خداوند یعنی دارندگی صفت خدا، کاروند یعنی دارای صفت کار، و آراوند هم یعنی دارنده آرایش و زیبایی و آرامش حتی. و اون اروند شده الوند. حالا عرب ها که بودن اینجا لابد ر و الف رو نمیتونستن بگن، الوند گفتن. به هر روی ریشه پارسی داره، همونطور که رود دجله پارسی کهنش اروند روده، اونم یعنی دارنده آرامش و متانت. با این حال نظر بسیار جالبی است، گفتم رد نمیشه کرد، چون لغت چیزی، واژه چیزی است که میشه روش خیلی سخن گفت و از راه‌های گوناگونی گفت. هیچ پژوهشگری بیهوده نمیگه و اینها به ژرفای کار کمک میکنه. سپاسگزارم. خیلی متشکرم دکتر. خواهش میکنم. الو بفرمایید. درود بر شما جناب انقطاع. درود بر شما. سپاس از برنامه های شما. خواهش میکنم. صدا دارم بفرمایید که واژه‌ای که برای خط هرم و مخروط در زبان پارسی هست، خیلی سپاسگزار خواهم شد. پاینده ایران. بله سپاسگزارم. ببینید در مورد خط بارها گفتم، بازم میگم، خط در زبان کنونی ما کاربردهای گوناگونی داره. ما نمیتونیم یه واژه رو پیدا کنیم بذاریم برای خط همه جا به کار ببریم. نه، باید جمله رو نگاه کرد، باید ساخت و ساختار اون پارسی رو نگاه کرد، بینه اون منظور چیه. اگر شما خواستختون در هندسه هست، خط رو راستا میگن، راستا، که حالا البته بعضی ها میگن که راستا فقط مخصوص هندسه است. نه، راستا یعنی در این مسیر، در خط، در این خط. بنابراین اگر منظورتون هندسه، اونجا باید گفت راستا. اگر منظورتون مثلا اینیست که ماشینتون رو خط انداختن، اون دیگه نمیدونی بگی راستا انداختن، اونجا باید بگی ماشین ما خش انداختن، خش انداختن. یا میگن این در راه من نیست، میخواد بگید در خط ما نیست این آدم، اونجا باید راه گذاشت، راه من نیست. اگه میخواید بگید یکی خیلی خوش خطه، اون رو میگن نیک دبیر نویس یا خوش نویس یا دبیره. خط رو اصولا در نوشتار میگن دبیره، خط فارسی یعنی دبیره فارسی. بنابراین در هر گفتاری اون واژه فرق میکنه، کاربردش فرق میکنه. برخی کسان یک واژه رو میارن در یه معنا به کار میبرن، بعدم یک کسانی پیدا میشن اینو به گفته معروف دست میگیرن که آقا اینی که شما میگی در اونجا این معنی رو نمیده. توجه کردی؟ درست هم میگن. باید بررسی کرد ببینیم که برای هر کاربردی در هر واژه‌ای
چه جانشینی میشه براش برگزید. الو بفرمایید. سلام قربان. درود بر شما. آقای دکتر انقطاع؟ بله، من انقطاع هستم. بسیار سپاس از زحمت شما برای فرهنگ و تاریخ ایران. خواهش میکنم. من میخواستم یک نکته رو اشاره کنم. اخیراً در یک تلویزیون آریانای افغانستان آقای به اسم نادر کمیاب در پاسخ به یکی از پرسش‌های بینندگانشون در ارتباط با ایران و افغانستان یک سری توضیحاتی دادن که اصلاً تر تا سر دروغ بافی بود و از کنم که دزدی در واقع نام ایران، دزدی اینکه زبان فارسی اصلا مال اونجاست، میگفتن اصلا این زبان دریه، دری مال افغانستانه، بعدا فارسی شده. خلاصه یک سری دروغ‌های زیادی رو بافتن در مورد تمدن ایران که به اصطلاح گذاشتن افغانستان پشت سر اون. خواستم که ما اگه میشه یه توضیحاتی بدین، یعنی که اصلا این آقا رو میشناسین؟ ابدا نامش رو خوشبختانه نشنیدم، خدمتتون توضیح میدم. اولا نادر عربی، کمیاب فارسی، حالا این چجور این نام مستعار گذاشته نمیدونم. یکی از اشکالهای بزرگ، یکی از دشواریهای بزرگ این احساس مالکیت بیهوده بر سر تاریخه. همگان میدانیم که افغانستان تا زمان ناصرالدین شاه بخشی از ایران بود، به ویژه در زمان نادر. اصلا جنگی رو که نادر بهش درگیر شد با هندوستان این بود که برخی از این تیره های کوهنشین اینا چپاولگری و غارتگری میکردن، نادر میرفت اینا رو سرکوب میکرد، در موقعی که درست نزدیک بود اینها رو شکست بده و تارمار کنه اینا میگریختن میرفتن به هندوستان. و بعد نادر نامه سفیری فرستاد به هند به نام محمد قلی خان. ایشون رفت اونجا و سه درخواست کرد نادر که دولت هندوستان یا مرزاشو ببنده که اینا نیان اونجا، یا اگر آمدن اونجا بگیردشون تحویل ما بده، یا اگر هم تحویل نمیخوان بدن اجازه بدن ارتش ایران وارد اونجا بشه و اینا رو بگیره و برگرد. حالا من دیگه دنبالشو نمیرم که بعد سفیر بعدی رو سر دواندن و بعد سومی رو کشتن که نادر به هند حمله کرد، به خاطر اینکه سفیرشو کشته بودن. اگر این کار نمیکرد نمیگفتید عجب آدم بیغیرتی بود؟ به هر حال این نشون میده که این سرزمین سرزمین ما بوده. بهش هم گفتن آریانا، استان آریانا. این افغانستان انگلیس ها گذاشتن رو اینا، وقتی مستقلش کردن افغانستان موند دیگه رو اینها. و بعد زمانی که امیر کبیر کشته شد و عامل اینا میرزا آقا خان نوری عامل انگلستان اومد صدر اعظم شد، با هزار یک حق بازی آمدن و اونجا شورشی درست کردن. در شورش هم حسام السلطنه عموی ناصرالدین شاه با دلاوری تمام رفت اونجا رو سرکوب کرد، هرات رو محاصره کرد و خابون دست مثلا انگلیسی دیدن ای باز داره نقشه‌شو نمیخونه، نیرو پیاده کردن در اهواز و رفتن، ببخشید، تا بوشهر و رفتن تا اهواز. آخه یکی بگید تو دولت چی کاره بودی اومدی برای حمایت اونها که یا نیروهای ایران از افغانستان بیان بیرون یا ما میایم جنوب ایران میگیریم؟ آ به تو چه؟ به هر حال استعمار دیگه، زبون سرش نمیشه، مثل آخوندا که اینام زبون سرشون نمیشه. و ناصرالدین شاه به ناچار حسام السلطنه رو خواند، فرا خواند و جدا شدیم. آ این دیگه روشنه. حالا هی ما بگیم ما اون مال ماست، ما مال نه آقا. یه روز به یه افغان گفتم، گفت ایران مال ما بوده، ما ملک محمود داشتیم، ملک محمود اومد خراسان رو اصفهان رو گرفت. گفتم عزیز من، نه ما مال شمایی نه شما مال ما، ما مال همدیگه ای، ما از همدیگه هستیم. افغانستان مال ایران، ایران مال افغانستان، این مسخره است. این ما هر دو مال همیم. از این تاجیک ها یاد بگیریم چقدر شیفته ایران هم. من یه چامه، یک چامه سرای افغان سروده در آغاز جلد دوم کتاب ژرفای واژه های اینو چاپ کردم، شاهکاره. چقدر دلش برای ایران تنگه و چقدر به بزرگان ایران افتخار میکنه. ما اگه با یکدیگر بودیم که این همه بلا سرمون نمیومد. از دیدگاه علم سیاست تجزیه یعنی ضعف اون دولت. هنوز هم دشمنانی هستن
که میخوان تکه های از ایران رو جدا کنن، برای اینکه هر جدایی ناگهان ضعف چند برابر میشه، نصف نمیشه، چند برابر میشه. همین کار با ما کردن، از اون یه مش آخوند نشستن فرمان جهاد دادن با روسا بدون اینکه ایرانی ها حساب کنن، بدون اینکه بشه، مردم رو تحریک کردن با روسیه جنگیدن، شکست با همه دلاوری ها و شجاعت های عباس میرزا که به راستی یکی از افتخارات تاریخ زمان قاجاری است، شکست خوردی و این از قصه سل گرفت عباس میرزا و به بیماری سل درگذشت و دادیم از دست دیگه، به قول معروف 17 شهر قفقاز رو دادیم، بخارا رو دادیم، مرو رو دادیم. آقای ناصرالدین شاه در خاطراتش می نویسه روس آمد آخال رو گرفت، چه بگوییم؟ بگوییم نگیر، همسایه ماست. یعنی چه؟ همسایه میاد شب بخشی از کشور تو رو میگیره، تو نگیری، همسایه از ما میرنجید. بعد رفت مرو را گرفت، بگوییم مرو نرو، درست نیست. اینو شاه ایران نوشته، ما به کی بگیم این درد هامونو؟ خب معلومه الانم ما هر چقدر بیایم دو دو تا چهار تا بر اینا بگیم، تاریخ رو بیایم بر اینها روشن کنیم، تاریخ آخه مستند مدون، این دیگه زمان هخامنشیان و قبل از هخامنشیان نیست که بگیم که مستندی چیز در دست داریم، این نوشته است، مشخص، همه میدونن دیگه. حتی امیر کبیر چنان با سیاست رفتار کرده بود که سید محمد خود سید، البته با ساد اونا می نوشن، سید یعنی شکار به معنی سید نیست، خودشو عامل و حاکم و والی از طرف ناصرالدین شاه می دونست در قندهار. نامه ای که می نوشم تو امیر کبیرم به همین دلیل مرتب نشان و نمیدونم خلعت و اینا به نام ناصرالدین شاه می فرستاد که اینا رو نگه داره، جلوی سیاست انگلستان بایسته. خراسان هم داشتن جدا میکردن، حسن خان اومد گفت من خراسان، حسن خان پسر آصف الدوله که اصلا نوکران انگلیس بودن، امیر کبیر حمله، دستور حمله داد، سفیر انگلیس گفت، نامه نوشت که به نظر چاکر این سپاه رو اگر برگردونید بهتر است. تو چه؟ امیر کبیر گوش نکرد، باز حسام السلطنه دلاور و شجاع رفت مشهد رو محاصره کرد، گرفت مشهد رو و حسن خانم اعدامش کرد با دوتا از برادراش. باید ایستاد اینطوری، حالا این وضعیت نبود، نکردم دیگه، یه چیزم بدهکار شدیم ما. بر روی بعضی چیزا یاداوری شدم رو اندوهگین میکنه. الو بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما جناب آقاتو. درود بر شما، بفرمایید. خواستم عرض کنم که به جای تسلیت چی میتونیم؟ همدردی. به جای تسلیت بگید همدردی. بگید که به شما، به جایی که بگید به شما تسلیت میگم، بگید با شما همدردم. همدردی میکنم. دیگه؟ بگو. همین؟ آرامش میشه گفت؟ نه، آرامش نه، آرام دلی میشه گفت. آرامش میدم که نداریم که، اونا که سوگ، سوگ آرامش نیست، سوگ ممکنه که در خودش هم ظاهرش آرام باشه. اینو باید گفت همدردی میکنم با شما، یا اینکه به شما آرام دلی میدهم میشه گفت. سپاسگزارم. سپاسگزارم. خدا نگهدار. خب بینندگان عزیزم، مثل این که امیر هم داره مرتب به من اخطار میکنه که دو دقیقه دیگه مونده، اگر در این دو دقیقه آمد پرسشی آمد پاسخ میدیم. به هر روی در مورد کاربوراتور و منادی غیبی و تمارز هم سخن گفتیم. دو نفری هم اومده. الو بفرمایید. سلام، خوبین؟ مرسی، سپاسگزارم. بفرمایید. میبخشین، من میخواستم از آقای انقطاع یک سوال کنم. خواهش میکنم، بفرمایید. ای که افغان ها همیش چشم میگن، اما ایرانی ها چشم میگن. بله، دام من... عزیب درست تر است.
درسترش که حالا میگم الان خدمتتون میگم، سپاسگزارم پاسختون رو میدم. میگن افغان ها چشم میگن، فارس ها چشم میگن. نه، ببینید این سرزمین ایران گسترده بوده و همه جا پارسی گون. این دوری اقلیم ها از همدیگه باعث شده که گویش ها فرق کنه. خراسانی ها به من میگن مو، ما نمیتونیم بگیم خراسانی فارسی گوی نیست، میگه مو دلم میخواد. خیلی خوب، شما مشک درسته یا مشک؟ اگر مشک درسته، مشک آن است که خود بگو ببویید نه آن که عطار بگوید، پس رنگ مشکی غلط، چون مشکی یعنی رنگ مشک. سخن این است که زبان پارسی یک زبان بسیار بسیار نرمیه. اگر به هر گونه شما زیر و زبر و پیشت برای واژه بذارید معنای واژه عوض نشه، اون درست. بنابراین سرکار خانم شما یهو نگید ما شما غلط میگید ما درست میگیم. نه، اولا ایران مادر پارسی زبانهای جهانه، دوم اینکه هم شما درست میگید هم ما. این گویشه، در گویش میده. شما هم میتونید بگید نمود، هم میتونید بگید نمود، هم میتونید بگید نمود، هر سش درست. برای که زبان ما زبان عربی نیست که یه پس و پیشش معنیش عوض شه. نه، شما مشک بگید درسته، مشک بگید درسته، اما مشک که بگید معنی عوض میشه. وقتی بگید مشک معنی عوض میشه، بنابراین به جای مشک و مشک نمیتونید مشک بگید، مگه اینکه منظورتون همون مشک باشه. با سپاس از همگی، پشت خط با دیگر دوستان سخن خواهم گفت، هر کی رو خطه. فقط کمی شکیبا باشم، چون تا زمانی که شما صدا زنگ رو میشنوید پولی از جیبتون نمیره، من باید هر بیننده ای رو پاسخ بدم، بعد بریم سر بیکته. گیرم که هزار مصحف از برداری، با آن چه کنی چون نفس کافر داری؟ سر را به زمین چه می نهی بهر نماز؟ آن را به زمین بنه که در سر داری. روز روزگار بر شما خوش، تا درود دیگر بدرود و پاینده ایران.